سلام و درود، امیدوارم که حالتون عالی باشه. شما چطورید جناب اردلان؟ خوب هستید؟ امیدوارم که سلامت باشید. خب بچه ها که قطعا منو میشناسن، من مژده طالب هستم، دبیر درس جامعه شناسی. زیاد منو دیدن تو این صفحه احتمالا. خب چطورید؟ خوبید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. اومدیم امروز جامعه شناسی نیم سال اول، جامعه شناسی 12 رو با هم دیگه پودرش کنیم، دیگه هیچی ازش نذاریم. و طبق هشتگی که خودم دارم، هشتگ پودرسازی، فراموشتون نشه. کلی دوستتون دارم، با کلی انرژی مثبت بریم به سراغ شروع جامعه شناسی 12. بله چشم، صبر کنیم. بله بله حتما حتما. بچه ها همونطوری که میدونید جامعه شناسی برای نیم سال اول تا درس پنجم هست و این 5 درس هر کدومشون به صورت متوسط 4 نمره امتحانات تشریحی رو به خودشون اختصاص دادن و همینطور حدود 40% کنکور میتونه از این قسمت باشه. حالا این یه خورده تلورانس داره، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، ولی این حدود رو به خودش اختصاص میده. پس فراموش نکنید که لایو امروز به شدت لایو مهمیه. قطعا نکات کنکوری رو براتون میگم، قطعا سعی میکنم نکات مهم امتحان نهایی و تشریحی رو براتون بگم و مطمئن باشید که اگر لایو امروز رو ببینید به هیچ عنوان امکان نداره که نمره جامعه شناسیت کمتر از 20 بشه. پس حواست جمع باشه، خوب خوب گوش کن به چیزایی که من میگم. اگر آقای اردلان اجازه بدند شروع کم چون بچه هم دارم میام. آها. و چون ما سیوم نمیگیریم درسته، بچه ها از دست میدن. خب پس بیشتر صبر میکنیم. چشم، بیشتر صبر میکنیم. اما بچه ها در مورد جامعه شناسی توی کنکور براتون بگم، جامعه شناسی در کنکور 20 سوال رو به خودش اختصاص میده و یکی از پرضریب ترین درس های اختصاصی علوم انسانیه. حواستون باشه که این 20 سوال تعداد حدوداً 50%ش از جامعه شناسی 12 و بسیار هم مهمه. جامعه شناسی 12 و بچه ها سخت نگیرید، بسیار جامعه شناسی راحتیه، قطعاً از جامعه شناسی 11 راحت تره. پس دل بده به کار من، چیزایی که من میگم و با مثالهایی که بهت میگم به خاطر بسپر، قطعا که نتیجه های جذاب ازش میگیری. با اجازه آقای اردلان ما میخواییم شروع بکنیم بچه ها. اما درس اول از جامعه شناسی 12 در رابطه با ذخیره دانشی بچه ها. ذخیره دانشی اون چیزیه که ذهن ما و فکر ما و کنش‌های ما رو شکل میده. من اینجا میخوام از آقای اردلان سوال بپرسم که جناب اردلان به نظر شما آیا ما راه رفتنمون، غذا خوردنمون، اینها دانش محسوب میشه؟ دانش محسوب غریزیه بیشتر نیست؟ غریزیه؟ یعنی ما اگه یاد نگیریم خودمون همینجوری راه میریم؟ یک کودکی یاد میگیریم. آها یاد میگیریم. پس بچه ها راه رفتن، غذا خوردن، تکلممون، همه اینها میشن قسمتی از ذخیره دانشی که ما بهش میگیم دانش عمومی. ذخیره دانشی به 2 قسمت تقسیم میشه، سوال کنکور، دانش عمومی و دانش علمی. دانش عمومی اون چیزایی که ما از کودکی در جامعه یاد میگیریم و اصلا هیچ وقت بهش فکر نمی کنیم که ما اینا رو آموختیم. به قول آقای اردلان احساس میکنیم غریزیه، ولی زمانی که قرار باشه ما بریم یه مهمونی قطعا چه کار میکنیم؟ بهش فکر میکنیم. من اون مدلی که تو خونمون غذا میخورم قطعا توی مهمونی غذا نمیخورم، پس بهش فکر میکنم. درسته؟ این فکر کردنه یعنی یه دانشی پشتشه و من کاملا در جریانم که توی مهمونی، توی محل کار و توی خونمون باید هر کدومشو به صورت متفاوت چطوری عمل کنم. دانش عمومی بچه ها گسترده ترین، دانش عمومی گسترده ترین
بخش ذخیره دانشیه. حالا یعنی چی این گسترده ترین بخش ذخیره دانشیه؟ یعنی تا زمانی که ما این دانش عمومی رو نداشته باشیم، هیچ کدوم از علومی که الان داریم بهشون افتخار میکنیم قطعا وجود نخواهند داشت. پس گسترده ترین بخش. اما یه بخش دیگه داریم به نام دانش علمی. دانش علمی چیه بچه‌ها؟ دانش علمی زمانی اتفاق میفته که ما در دانش عمومی فکر میکنیم، عمیق میشیم در دانش عمومی. زمانی که ما فکر کردیم در دانش عمومی. متشکرم، مرسی. الان یه ذره بیشترش. زمانی که ما فکر کنیم در دانش عمومی، به دانش علمی دست پیدا میکنیم. اما ویژگی های دانش عمومی، اولا آگاهی ها و دانش هایی که هممون توش سهیم هستیم. دوما مجبور نیستیم خودمون به تنهایی و جداگانه دانش لازم رو تولید کنیم. پس چه کار میکنیم؟ از دیگران یاد میگیریم. تصور کنید سوال کنکوره، فردی که در یک فضای دور افتاده به تنهایی میخواد زندگی بکنه درون یک جنگل، آیا مثل ما از کودکی روی دو پا را میره؟ قطعا میشه یه تارزان دیگه، از حیوانات یاد میگیره، درسته؟ پس آپشن دانش عمومی اینه که ما نیاز نداریم همه چیز رو خودمون تجربه کنیم. ما از محیطمون یاد میگیریم و با دیگران شریک هستیم. اما قسمت بعدی که براتون گفتم دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ماست. چشم سبز بزنم؟ خب ما درباره دانش عمومی کمتر فکر میکنیم، بیشتر هم ازش استفاده میکنیم. یعنی ما در رابطه با دانش علمی بیشتر فکر میکنیم، ولی از دانش عمومی بیشتر استفاده میکنیم. و در نهایت دانش عمومی برای زندگی اجتماعی مثل هوا برای انسانه. ما اگه دانش عمومی نداشته باشیم بچه ها، قطعا دچار مشکل میشیم تو این زمینه. قطعاً دچار مشکل میشیم. اما دانش علمی و ویژگی های دانش علمی دقت کنید. اولاً اینکه تأمل و اندیشه در دانش عمومی برای ما دانش علمی رو میسازه. دو، این دانش عمیق تر از دانش عمومیه، یعنی ما دقیق تر بهش فکر میکنیم. زمانی که من دارم به این فکر میکنم، دارم زندگی میکنم و یک سری کنش ها دارم انجام میدم، فکر نمیکنم به کنش هام، صرفا دارم انجامشون میدم، دارم یک دانش عمومی رو ادامه میدم. اما زمانی که به این فکر کردم که معنای کنش من چیه در این رابطه، یا فلانی که این کار رو کرد چه معنای کنشی داشت، وارد دانش علمی میشم و در اینجا دانش علمی برای من میشه مثلا علوم اجتماعی، میشه مثلا جامعه شناسی. پس درک عمیقی از شناخت عمومی برای ما ایجاد میکنه، میاد آسیب‌های دانش عمومی رو میشناسه و از حقایق موجود در دانش عمومی دفاع میکنه. توی تستا جای این دوتا را با هم عوض میکنن و تو چون برات آشناست گزینه غلط رو انتخاب میکنی. میان بهت میگن دانش عمومی از حقایق موجود در دانش علمی دفاع میکند. حواست باشه ها، خیلی مهمه. نه، دانش علمی چون دقیق تر داره به موضوع دقت میکنه، پس میاد از حقایق موجود در دانش عمومی هم دفاع میکنه. مثلا میاد به ما میگه که چرا ما داره این اتفاق برامون میفته، این کنشه که تو داری انجام میدی چرا داره اتفاق میفته، یعنی داره چه کار میکنه برای ما، یه جوری توجیه میکنه دانش عمومیمون رو، فرهنگمون رو. پس این میشه دانش علمی. تلاش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی
اضافه میکنه، برعکسش میکنه، بهت میده. سوال کنکور تلاشای علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی اضافه میکنه، دانش عمومی رو غنی‌تر میکنه، زبان یک پدیده خاصه. حالا جناب اردلان ما چرا میگیم زبان یک پدیده خاصه؟ ببخشید. آره، یک پدیده خاصه. چرا؟ به خاطر اینکه هم در دانش علمی قرار داره و هم در دانش عمومی. حالا چرا تو این دو تاست؟ زبان مادریم که مثلا چی میشه؟ آفرین. آفرین. آکادمیک یاد میگیرم. باریکلا. اصلا آقای اردلان واقعا هر کنکوریو بده دیگه قبول میشه فکر کنم. پس زبان، اگر من رفتم آکادمیک زبان و ادبیات فارسی خوندم، وارد دانش علمی من میشه و این نوع زبانی که من دارم با شما صحبت میکنم و اصلا بهش فکر نمیکنم فاعل باید کجا باشه، فعل باید کجا باشه، دانش عمومی منه. همه ما بسیاری از مشکلات رو میشناسیم، اما افرادی که درباره این مسائل شناخت علمی دارند از شناختی دقیق تر برخوردارند. مثلا تصور کن توی یه تاکسی نشستی، همه شروع میکنن از وضعیت اقتصادی بد میگن، درسته؟ ولی ما حرف کیو قبول میکنیم؟ همه دارن شروع میکنن، هر کسی داره نظر میده این اتفاق باید بیفته، اینجوری باید بشه. ولی کافیه ما متوجه بشیم یک نفر دکترای اقتصاد داره، بعد چطوری باهاش رفتار میکنیم؟ آها، آفرین. پس به شناخت دقیق تر رسیده و ما حرف اونو قطعا بیشتر قبول میکنیم، درسته؟ پس کسانی که مشکلات رو بهتر میشناسن و وارد دانش علمی شدن، حرفشون بیشتر مورد قبول قرار میگیره و شناخت دقیق تری دارن. اما یه موقع هست بین دانش علمی و دانش عمومی ما تعارض اتفاق میفته. بچه ها مثال برات میزنم، مثالشو همیشه تو ذهنت نگه دار و بیا اینو تعمیمش بده به مثالهایی که توی کنکور یا امتحان برات میاد. اگر خاطرتون باشه آقای اردلان، اوائل که کرونا اومده بود چه اتفاقی افتاد؟ همه میترسیدن، یه دفعه همه جا قرنطینه شد، هیچ کس از خونه بیرون نمی اومد، درسته؟ اینجا دانش علمی و عمومی با هم همراستا بودن، یعنی هم مردم معتقد به این بودن که نباید بیان بیرون از خونه و هم دانش علمی، پزشکا و اینا میگفتن خوب کاری میکنید، نباید بیاید بیرون. یه عید و هیچ کسی جایی نرفت، درسته؟ ولی یواش یواش کم رفتن دیگه، آره. ولی یواش یواش چه اتفاقی افتاد؟ مردم خسته شدن، یعنی دانش عمومی مدام فاصله گرفت از دانش علمی. هی پزشکان میگفتن قرنطینه باید ادامه پیدا کنه و بله دقیقاً ولی مردم هی فاصله میگرفتن از این استاندارده. این فاصله گرفتن از این استاندارده تعارض به وجود آورد بین دانش علمی و دانش عمومی. اگر این اتفاق ادامه پیدا می کرد، قطعاً جامعه دچار یک بحران می شد، دو دستگی، یه عده می خواستن این کار رو بکنن، یه عده می خواستن یک کار دیگه بکنن. بنابراین چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم گفتیم که بعد از عید همچنان قرنطینه وجود داره، یعنی پزشکا زورشون چربید و دانش علمی به جاش سر جاش باقی موند، اما ذخیره دانشی ما بخش عمومیش از بین رفت، یعنی به نفع بخش علمی رفت کنار و ما همه اون پذیرفتیم که باشه، حالا ما یه ماه دیگر هم تو قرنطینه میمونیم. اما اینم جواب نداد، یعنی بعد از گذشت یه زمانی همه باز خسته شدن، گفتن نمیشه ادامه بدیم. چه کار کردیم؟ اومدیم خلق ایده جدید، یعنی گفتن حالا با تعداد کم بریم سر کار، حالا مدرسه ها حضوری آنلاین میشه. اینو بهش میگن خلق ایده جدید، یعنی زمانی که تعارض بین دانش علمی و عمومی به وجود میاد ما دو تا راه داریم، یا یه بخشی باید به نفع بخش دیگه حذف بشه
بله دقیقاً. یا اینکه یه ایده جدید بدیم. حالا هرچی این ایدهمون جذابتر باشه قطعاً اون مشکل تو جامعه راحت‌تر رفع میشه. اما توی کتابتون مثالی که آورده، همچنان که همیشه تو کتابای جامعه شناسیتون مثال میاد، مثال اینه که اگر یک جهان اجتماعی بر اساس هویت فرهنگی خودش، قاعدتاً ما گفتیم دیگه جهانهای اجتماعی بر اساس هویت فرهنگی خودشون نگاه‌های متفاوتی به علم دارن، به علم تجربی دارن قطعاً. حالا شما تصور کنید یک جهانی، جهان متجدده و ما گفتیم جهان متجدد یعنی غرب 400 سال پیش تا کنون، یعنی غرب بعد از رنسانس، درسته؟ میگه جهان متجدد نگاهش چیه؟ دنیویه، هویتش دنیویه. این هویت دنیوی قطعاً علم تجربی بهش میده، نمیتونه وحیانی و عقلانی رو قبول کنه. میدونم همتون تو جامعه 11 خوب خوندین، درسته؟ حالا تصور کن این جهان متجدد هویت دینیشو دنیویشو بخواد ببره تو یک جهانی که هویتش معنویه، چه اتفاقی میفته؟ تعارض بین ذخیره دانشیش اتفاق میفته دیگه، یعنی ذخیره دانشی دانش علمیش با دانش عمومیش کاملا دچار تعارض میشه. دانش عمومی میشه اون فرهنگ عامیانه مردم که معنویه و دانش علمیش میشه علم تجربی که دچار تعارض میشه با جهان معنوی. مثال کتاب این مثاله و قطعاً در این شرایط قطع رابطه دو سویه دانش علمی و عمومی اتفاق میفته، یعنی دیگه اصلا نمیتونیم درستش کنیم، قطعاً رابطه این دوتا کات میشه با هم. اما بریم تستش رو ببینیم چی میگه. گفته عبارت درست در رابطه با دانش علمی و عمومی کدام است؟ ببینیم که آقای اردلان میتونه تستو بزنه. دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به وجود میاد، درسته؟ آفرین. گفتیم دانش علمی با تأمل در دانش عمومیه. دو، کسی که دانش علمی دارد آسیب‌ها و اشکالاتی که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشد را شناسایی می‌کند. دانش عمومی گسترده‌ترین بخش ذخیره دانشی ما هست یا نه؟ من بیشتر یعنی علمیه؟ آره. نه ولی عمومی گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ماست. چرا؟ ما داریم رو اون زندگی میکنیم. الان شما علم هم نداشته باشی داری زندگی میکنی، ولی اگه اون دانش عمومیت نباشه چجوری میخوای زندگی کنی؟ بهتر زندگی. گزینه دو گزینه صحیح ماست. بله دقیقا. هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مورد در ارتباط است؟ گسترده ترین بخش ذخیره دانشی؟ عمومی. آفرین، اینجوریه. آفرین. گزینه 4 گزینه صحیح ماست. کنکور 97. اما بریم سوالات تشریحی این بخش. بچه سوالات تشریحی غیر از این 4-5 مدل هیچ چیز دیگه نمیتونن بهتون بدن. اول دستبندی ذخیره دانشی، حالا یا بهتون میگن به چند دسته تقسیم میشه یا توضیحش بدید. دوم تعریف بله تعریف این دوتا رو ازتون میخوان. و سوم حل تعارضاتشون چجوری اتفاق میفته. آفرین، درود بر شما، دم شما گرم واقعا. نوع علم در جهانهای دنیوی، آفرین، و پدیده ای که هم در دانش علمی و هم در دانش عمومی قرار دارد، زبان. زبان. آره. مثال. بله، زبان. اینم از این. غیر از نه. زبان. فقط زبان. نه، زبان خیلی ملموس‌تره دیگه. آره. مثلا کنش‌ها رو میتونیم بگیم، ولی بیشتر زبان ملموسه. اما درس دوم راجع به علوم اجتماعی ما میخوایم صحبت کنیم. یعنی این که مثلا اگر آقای اردلان جامعه شناسی رو دوست نداره، ما بهش ثابت کنیم که بابا جامعه شناسی یه فایده‌ای داره. به خاطر همین درس دو رو گذاشتن، اصلا به خاطر آقای اردلانه.
بچه تعریف علوم اجتماعی دانش هایی که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری و اثرگذاریشون بر کنش ها و شیوه زندگی ما و همچنین اثرپذیری اونها از کنش ها. فکر کنم ارور دادم. بله قطعا. ببینید اولا روش علمی روش خیلی مهمیه و حالا در درس های بعدی بهتون میگم که کامل رویکردهای جامعه شناسی منظورشون از روش علمی روش تجربیه. این از این یعنی بالایی رو باید بگیدنم چگونگی اثرگذاری میگم دیگه کنش‌ها و شیوه زندگی چگونگی اثرگذاری اجتماعات انسانی بر کنش‌ها و چگونگی اثرگذاری کنش‌ها بر اجتماعات انسانی یعنی این که من اگر دارم توی این محیط کار میکنم کنش من داره روی این محیط تأثیر میذاره و قطعا این محیط هم داره روی کنش من تأثیر میذاره. این هم میشه تعریف علوم اجتماعی. اما قبل از این که ما بخوایم ریز بریز فواید علوم اجتماعی رو متوجه بشیم بچه ها باید تسلط پیدا کنیم روی علوم طبیعی. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از این که اصلا علم اجتماعی به وجود بیاد یا جامعه شناسی به وجود بیاد علوم طبیعی به وجود اومده بوده و طرفداران خودش هم داشته، روشش هم روش تجربی بوده. پس ما اول باید بیایم راجع به این توضیح بدیم، ذهن رو آماده بکنیم، بعد بریم سراغ علوم اجتماعی. علوم طبیعی چه کار میکنه؟ قطعا میاد پدیده‌های طبیعی رو بررسی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد بتونه پیشبینی کنه. چی رو پیشبینی کنه؟ مثلا علوم طبیعی میاد پیشبینی میکنه که اینجا گسله و ما اگر اینجا مثلا خونه بسازیم زلزله میاد. پیشبینی داره میکنه دیگه. هوا ابرا اینجوری هن پس آره بارون میاد. آفرین. اصلا هدف علوم طبیعی پیشبینی و کنترل پدیده های طبیعیه برای اینکه انسان بتونه راحت زندگی کنه. پس با شناخت طبیعت قدرت پیشبینی و کنترل داره. علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن، منظورمون از فناوری های حاصل از آن چیه؟ شما از شیمی و فیزیک هر فناوری در میاد میشه فناوری حاصل از علوم طبیعی تا واکسن و غیره، همشون اینها فناوری های حاصل از علوم طبیعی هن. حالا علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن ابزار بهره بندی انسان از طبیعته و وسیله غلبه انسان بر طبیعته. یعنی اونا به ما کمک میکنن با ابزارهاشون تا ما بتونیم طبیعت رو پیش بینی کنیم و طبیعت به ما آسیب نزنه. اینم از این. اما علوم اجتماعی حالا چیه؟ بچه علوم اجتماعی هم مثل طبیعت میاد پدیده های اجتماعی رو بررسی میکنه. حالا شناخت پدیده های اجتماعی، بعد میاد با شناخت پدیده های اجتماعی قدرت پیشبینی و کنترل میده، تازه آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و تنوع آنها برخلاف علوم طبیعی که خیلی راحته در علوم اجتماعی پیچیده است. چرا پیچیده است؟ به خاطر اینکه ما با کیا سر و کار داریم؟ انسان ها. و انسان ها تمامی فعالیت هاشون آگاهانه و ارادیه. من ممکنه امسال امروز یه واکنشی داشته باشم اینجا، فردا واکنشم کاملا متفاوت باشه، آگاهانه و ارادی. اما نکته ای که بسیار مهمه در علوم اجتماعی که علوم تجربی این دوتا نکته رو ندارند این دوتاست. اول فراهم کردن زمینه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر و افزایش همراهی و همدلی انسان ها. دوم ظرفیت داوری درباره ارزش ها. علوم تجربی و علوم طبیعی به هیچ عنوان بچه ها نمیتونن به هیچ عنوان درباره ارزش ها بیان داوری بکنن. اینم از این. اینم که گفتم. اما جامعه شناسی به دو تا دسته بزرگ تقسیم میشه بچه ها. جامعه شناسی خرد، جامعه شناسی کلان. جامعه شناسی خرد
کنش‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه و سایر پدیده‌های اجتماعی خرد. اما جامعه شناسی کلان چی رو بررسی می‌کنه؟ خب معلومه فضاهای بزرگ رو بررسی می‌کنه. پس میشه چی؟ ساختار اجتماعی رو بررسی می‌کنه. نکته بسیار مهم کنکوری و نهاییش این قسمته. حواست اینجا هست؟ این قسمته ها. جامعه شناسی خرد و کلان نیازمند به هم و مکمل یکدیگرند. پس اصلا مقابل همدیگه قرار نمیگیرن ها، نیازمند به هم و مکمل همدیگر. اما بریم سراغ رویکردهای جامعه شناسی. رویکردهای جامعه شناسی بچه ها نکته بسیار کنکوری و بسیار نهایی، بسیار مهمه. بر چه اساسی رویکردهای جامعه شناسی تقسیم بندی میشن؟ بر اساس نزدیکی و دوری به علوم طبیعی. خیلی مهمه. یعنی ما هرچی نزدیکتر باشیم به علوم طبیعی میشیم جامعه شناسی تبیینی، حد وسطش میشه جامعه شناسی تفسیری و در دورترین نقطه میشه جامعه شناسی انتقادی. هرچی ما از فضای علوم طبیعی دورتر بشیم به جامعه شناسی اصلی نزدیکتر بشیم. نکته بسیار مهم. اما سوال، کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش‌های زیر است؟ الف، علم شناخت کنش اجتماعی. گفتیم چیه؟ جامعه شناسی خرد یا کلان؟ جامعه شناسی خرده. بنابراین گزینه 3 خط می‌خوره، گزینه 4 هم خط می‌خوره. علم شناخت ساختار اجتماعی، گفتیم ساختار اجتماعی کلانه و بنابراین در هر گزینه میبینیم که به جامعه شناسی کلان اشاره کرده. رابطه جامعه شناسی کلان و خرد گفتیم به هیچ عنوان متضاد هم نیستن، بلکه مکمل همن و باید در کنار همدیگه قرار بگیرن. بنابراین گزینه صحیح ما میشه گزینه 1. اما با توجه به تعاریف زیر کدام گزینه صحیح است؟ ابزار تسلط انسان بر طبیعت چی میشه؟ انتقادی دور شدم. آفرین. پس علوم انتقادی نیست، علوم ابزاریه. برداشتن محدودیت‌های طبیعی توسط کدومی که از علم هاست که باعث میشه ابزاریه تسلط پیدا میکنیم. گزینه 1، علوم ابزاری باعث میشه که ما تسلط پیدا بکنیم. و اما سوالات تشریحی، غیر از این سوالا اگر سوالی از درس دو اومد حتما به من دایرکت بدید، امکان نداره چنین چیزی. ویژگی های علوم طبیعی و علوم اجتماعی، تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی که همون فهمه میشه، فهم متقابل انسان ها. فایل اینو میذاریم برای عالی، دستتون هم درد. جامعه شناسی خرد و کلان و رویکردهای جامعه شناسی. اما از اینجا میخوایم بریم سراغ اصل جامعه شناسی بچه ها. اصل جامعه شناسی که شاید از اینجا دیگه یه ذره آقای اردلان خوشش بیاد از جامعه شناسی، نظم اجتماعیه. ما اولین رویکرد رو گفتیم، رویکرد چند درسه؟ 5 درسه. 5 درس. بله بله. اولین رویکرد رو گفتیم، رویکرد چیه؟ تبیینی. بعد تفسیری، بعد انتقادی. آفرین. ولی ما می‌خوایم تو این درس راجع به رویکرد تبیینی صحبت کنیم. نکته رویکرد تبیینی واژه نظمه. یعنی ما هر جایی دیدیم در کنکور گفته نظم، قطعا در رابطه با رویکرد تبیینی داره صحبت میکنه. آقای اردلان شما اینو به من جواب بدین، تو ترافیک داریم میریم، بعد همه توی لاین های خودشونن، بعد یه دفعه اینجوری میاد جلوی شما میپیچه و اینا، بعد شما چی میگین؟ بوق میزنم. بعد احتمالا اونایی که تو ماشین هستن آفرین میگن همه ما ایرانی ها همینیم، آدم نمیشیم دور از جون شما که آفرین، هیچ کدوممون نداریم. درسته؟ این اتفاق خیلی زیاد میفته، تو ورزشگاه هم زیاد میفته. نکتش چیه؟ نکتش اینه که ذهن انسان به صورت ناخودآگاه همیشه به نظم عادت میکنه.
پس ما نظم رو نمیبینیم. یعنی ما اون هزار تا ماشینی که دقیقا روی خط ایستادن رو هیچ وقت نمیبینیم. آفرین، ذهن ماست. حالا راهکارش چیه؟ جامعه شناسی تبیینی میگه برای اینکه شما نظم رو ببینی، آفرین، دوربین رو ببر از بالا به قضیه نگاه کن. در حالت عادی میدون انقلاب تهران خیلی شلوغه، ولی از بالا که نگاه کنی خیلی مرتبه. دقیقاً، آفرین، به این میگیم آشنایی زدایی. یعنی بیا چشماتو بذار جای چشم یک فرد غریبه که داره از دور به قضیه نگاه میکنه. اونجا که نظم رو دیدی بیا راجع به نظم صحبت کن. جامعه شناسی تبیینی میگه به این وسیله ما میتونیم نظم رو در جامعه ببینیم. حالا نظم اجتماعی یعنی چی؟ نظم اجتماعی چجوری به وجود میاد؟ در نتیجه قواعدی که انسان ها خودشون ساختن. درسته؟ ما خودمون ساختیم از اول. دقیقاً، ما از اول وجود نداشته که. نظم یعنی چی؟ قرار گرفتن هر پدیده در جای خودش. حالا کی باز اون جای پدیده هر رو مشخص کرده؟ من انسان. آفرین. نظم اجتماعی پیشبینی رفتار دیگران، این خیلی مهمه. کاری که نظم اجتماعی با انسان انجام میدهد باعث میشه چه کمکی به انسان میکنه؟ پیشبینی کنیم رفتار دیگران رو، همکاری با اونها رو بپذیریم. یعنی بتونیم حدس بزنیم که کی داره چی کار میکنه و ما چه عکس العملی داریم. اما ساختار اجتماعی چیه؟ بچه ساختار اجتماعی این مکانه همه در جای مناسب خودشون قرار گرفتن، ولی خیلی با هم دیگه در ارتباط نیستن. یعنی من اگر قرار بوده که امروز ساعت 7 اینجا لایو داشته باشم، به من نگفتن ساعت 7 بیا، من 6 صبح اینجا بودم. این میشه ساختار اجتماعی. یعنی هر کدوم ما در جای مناسب خودمون قرار داریم، ولی اون اتفاقه، اون ارتباطه بین ما برقرار نشده. نظام اجتماعی چیه؟ زمانی که اون ارتباطه بین ما برقرار شده. مثال ماشینه پارکه و موتورش همه با هم ارتباط دارن ولی حرکت نمی کنه. اون میشه ساختار اجتماعی. زمانی که ماشین شما حرکت میکنه نظام اجتماعیه. پس نظام اجتماعی نکته مهمش ساختار اجتماعی پویاست. مثل خودروی در حال حرکت، تغییر درون خودش ایجاد میکنه و در محیط خودش. نکته بسیار مهم، تغییر درون خودش میشه رشد جمعیت، تغییر در محیط خودش میشه برداشت روزافزون از منابع تجدید ناپذیر. مدام داریم در محیط خودمون تغییر ایجاد میکنیم. پویا بودنه. دقیقاً جنگل میبریم. پویا بودن نظام اجتماعی، گفتم دیگه، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بخش‌های مختلف بر هم، مثل موجود زنده تلاش میکنه، مثل اینکه موجود زنده تلاش میکنه نیازهای بلند مدت خودش رو تامین کنه. یعنی مداما ما داریم یه چالنجی با خودمون انجام میدیم که برسیم به اون اهدافی که نیاز داریم. اما خود جامعه شناسی تبیینی، مفهوم نظم رو فهمیدیم، بریم سراغ جامعه شناسی تبیینی. بچه تبیین یعنی چی؟ یعنی بیان چرایی یک پدیده. یعنی ما بفهمیم که یک پدیده چرا به وجود اومده و چرا داره از بین میره. این از معنا و مفهوم تبیین. علت ایجاد. دقیقاً، علت و معلول میشه دیگه، اون روابط علت و معلول. حالا در اوایل قرن 19 یه آقایی به نام آقای اگوست کونت اومد جامعه شناسی تبیینی رو پایه‌گذاری کرد. جامعه شناسی تبیینی چی میگه از نظر آقای اگوست کونت؟ اولا اومد اسمشو گذاشت فیزیک اجتماعی. چرا اسمشو گذاشت فیزیک اجتماعی؟ چون قرار بود به علوم طبیعی نزدیک باشه و اگر به علوم طبیعی نزدیک نبود در قرن 19 هیچ کس جامعه شناسی رو به عنوان علم قبول نمی کرد. پس اومد اسمشو گذاشت فیزیک، چون فیزیک نزدیکترین درس بود، نزدیکترین علم بود به علوم طبیعی. حالا
در اوایل قرن 19 با محدود دانستن دانش علمی به دانش تجربی، صرفاً تبیین‌های تجربی به رسمیت شناخته می‌شد. یعنی آفرین، آفرین. حسگرایی وجود داشت. آقا تو میگی خدا هست، خب بیارش اینجا من خدا رو ببینم. اصلا باشه، تو میگی خدا قابل دیدن نیست، درسته؟ بهش بگو این قلمو از اینجا ورداره بذاره اونجا، این قلمه اگه رفت اونجا من میگم باشه خدا هست، من حسش کنم. پس علم، علم تجربی بود، یعنی تنها بیان روابط علت و معلولی دیگه مهم بود. پس آقای اگوسکونت مجبور بود که بیاد علوم انسانی رو نزدیک کنه به علوم طبیعی تا بپذیرنش. حالا به نظر شما باید چه کار میکرد آقای اگوسکونت؟ تقلب نکنید. باید چه کار میکرد؟ باید میمد نگاه پدیده‌های طبیعی مثل پدیده‌های اجتماعی مثل پدیده‌های طبیعی هست. یعنی نیومد شباهت ها رو ایجاد میکرد. بعد روش مطالعهش رو گفت، روش مطالعه منم همون روش مطالعه علوم طبیعی تجربیه. بعد گفت همونطوری که طبیعی، علوم طبیعی دنبال پیشبینی و کنترله پدیده های طبیعیه، آفرین، پیشبینی کنترل پدیده های اجتماعی هم. خب و در نهایت گفت هدف، نه آره در نهایت چی گفت؟ گفت هدف جامعه شناسی تبیینی مثل هدف علوم طبیعیه، پیشبینی و کنترل پدیده های اجتماعی. اما همه اینا رو گفت و در نهایت یه چیز خیلی مهم وجود داشت، این بود که در جامعه، در دنیای طبیعت چی وجود داره؟ نظم، درسته؟ یه نظمی که از ابتدا بوده و تا ابد هم ادامه داره و ما نمیتونیم اونا تغییرش بدیم. اما آیا در دنیای ما، در جهان اجتماعی ما هم اینجوریه؟ نظم از اول بوده و ما نمیتونیم تغییرش بدیم؟ میتونیم. آفرین. ولی آقای اگوسکون میگفت نه، میگفت این نظم درسته که توسط انسان ساخته شده ولی خودش دیگه قدرت نه. آره، این نظم انقدر بزرگ و بزرگ شده که دیگه اصلا انسان نمیتونه تغییرش بده. به شدت این قسمت مهمه بچه ها، به شدت، برای کنکور و برای امتحان نهایی جدول کتابه، حتما بخونیدش، توضیحشو گفتم براتون. بسیار مهم این نکته، خیلی مهم، خیلی. یکسان دانستن طبیعت و جامعه انسانها رو اومد چه کار کرد؟ انسانها رو تبدیل کرد به پیچ و مهره های نظم اجتماعی. یعنی دیگه گفت اگر انسان نبودم اصلا مهم نیست، نظم داره کار خودشو میکنه، اصلا مهم نیست. در حالی که جامعه برخلاف طبیعت محصول و مخلوق کنش های انسانه. پس ما خودمون اینو ساختیم، نمیتونیم تبدیل بشیم به پیچ و مهره های جهان. که جامعه شناسی تبیینی میخواست انسان رو بر جامعه مسلط کنه، اما برعکس شد با این کارش. یعنی اومد گفت انسان صرفا شده مثل موجودات طبیعی در جهان طبیعت و هیچ کاری نمیتونه خودش بکنه، فقط یه ذره از موجودات طبیعی پیچیده تره. همین تنها تفاوت انسان با موجودات طبیعی همینه، با یه درخت، اینه که پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی. همین. اما خب ما قاعدتا با موجودات طبیعی تفاوت‌های اساسی داریم. این هم از این. پس رویکرد جامعه شناسی تبیینی رو کامل کامل متوجه شدی، حالت عالیه، کلی انرژی مثبت به سمتت ایشالله بیاد، ماچ به کلاتون، حواستون باشه. کدام عبارت بیانگر تفاوت ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی است؟ آقای اردلان، تفاوت ساختار، بله، اجتماعی و نظام اجتماعی دیگه. بله، اون مشخص بودن حقوق و تکالیف هر نقش که ساختار اجتماعی بود، درسته؟ خب
برخورداری از نزد دوتاشون هم که میتونن نزد داشته باشن. خب نه میگم که دوتاشون میتونن نزد داشته باشن. بله خب میتونن. خب این تفاوتش نیست. خب پویای و ایستایی نمیتونیم پویای ایستایی. آفرین گزینه دو. آفرین پویایی و ایستایی. نظم اجتماعی چیست و چه فوایدی دارد؟ محصول قواعد با هم زندگی کردن انسان‌ها، درسته دیگه، نظم اجتماعی و پیشبینی رفتار دیگران و همکاری با اونها، درست است. چقدر رنگش بده. هایلایت کنید. آره اینم چشم. اینم با این اینجوری خواهش میکنم. اما اینا رو هم که آقای اردلان گفتم براتون میذارم تو کانال، ازشون استفاده بکنید. نگم دیگه اینا رو، حتما حتما اینا رو برای سوالات تشریحی بخونید. اما درس چهارم میخواد ما رو آماده کنه که ما رو ببره تو رویکرد تفسیری. اما قبل از اینکه ما بریم تو رویکرد تفسیری، باید ذهنمون آماده بشه که رویکرد تبیینی چه بدیهایی داره. برای چی اصلا رویکرد تفسیری به وجود اومد؟ آفرین، نه تو تکون بخوریم اصلا اونجا، درسته؟ آفرین، دقیقا. اولا اینکه زندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد هم دیگن، درسته. اینو ما اصلا بهش معتقدیم. من از زمانی که به دنیا میام یه نظمی هم همراه من وجود داره. ولی ما تنها مجری نظم نیستیم که. من فقط نظم رو اجرا نمی کنم که، میتونم توش دخل و تصرفم. آفرین، خودم هم میتونم توش دخل و تصرف داشته باشم. هر کسی یک ارزش اجتماعی داره، یک آرمان اجتماعی متفاوت داره و میتونه به با توجه به اونها نظمی که میخواد و برای زندگیش بسازه. دست برد توی ابرا که بارون نمید. آفرین، دقیقا. یعنی داشت بارون میومد دیگه تو نظم طبیعی هم. دقیقا 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 دقیقا. آفرین. اگه شما ها مثل آقای اردلان یاد میگرفتید اینا رو، من دیگه هیچ مشکلی نداشتم. اما خیلی باهوشم بچه‌ها. قطعا همینطوره، خودشون میدونم، من اصلا عاشقشونم، شوخی میکنم. نادیده گرفتن کنش اجتماعی یکی از ایرادات بزرگ جامعه شناسی تبیینیه. جامعه شناسی تبیینی وقتی میگه انسان مثل موجودات طبیعیه، یعنی من و شما هیچ کنش معناداری نداریم، درسته؟ یعنی ما اصلا هیچ آگاهی نداریم دیگه، صرفا داریم یه کاری انجام میدیم، تمام میشه میره. حالا آقای ماکس وبر اینو تو کتابتون ننوشته، به خاطر همین اینو متوجه نمیشید شماها. ماکس وبر که رویکرد تفسیری رو تو درس بعد راجع بهش میخونیم کامل، میاد یه سری ایرادات میگیره به آقای کنت، میگه این اگوست کنتی که اومده گفته نمیدونم نظم اینجوریه و تسلط روی انسان تسلط داره و از این حرفا، اصلا کنش اجتماعی رو در نظر نگرفته. حالا این در نظر نگرفتن کنش اجتماعی باعث چه چیزی میشه؟ شما به من بگید. خب معلومه، اول از همه تو کتابتون گفته رکود اراده ها. میدونی رکود اراده ها برای چیه؟ زمانی اتفاق میفته رکود اراده ها که ویژگی ارادی بودن کنش اصلا در نظر گرفته نشود. وقتی که ما میگیم جامعه شناسی تبیینی اصلا کنش رو قبول نداره، خب یعنی چی عزیز من؟ یعنی این که اصلا این ویژگی ارادی بودن هم قبول نداره دیگه. وبر میگه اگر ما این ویژگی ارادی بودن رو بذاریم کنار و بگیم انسان ها هیچ اراده ای ندارن و اون نظم اجتماعی که داره انسان ها رو شکل میده، باعث یک سری عواقب میشه. مثل چی؟ سرکوب خلاقیت اتفاق میفته. من مثلا اگر امروز میخوام بیام اینجا، باید مثلا پیشنهاد بدم، بگم به نظرم اگر اینجوری باشه بهتره، ولی اون نظمه
به من اجازه نده چنین چیزی رو بگم. یک نواختی ایجاد میشه، خلاقیت ها از بین میره، هنر از بین میره، سیاست های مختلف از بین میرن. و نکته مهمش اینه که به هیچ عنوان انقلاب دیگه اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه انقلاب ها همیشه برخلاف نظمن و اگر ما مجبور باشیم همیشه بر طبق نظم باشیم هیچ وقت انقلاب جدیدی اتفاق نمیفته. اما سقوط ارزش ها، وبر میگه قسمت بعدی و ایراد بزرگ بعدی جامعه شناسی تبیینی، آفرین، سقوط ارزش هاست. میگه اگر ویژگی هدفدار بودن کنش در نظر گرفته نشه چه اتفاقی میفته؟ من مثلا دارم به شماها محبت میکنم، اصلا این پیج، این صفحه، این اینستاگرام داره به شما محبت میکنه، یک سری لایف های رایگان براتون گذاشته، بذارید اینجوری مثال بزنم ها. اگر شما اون کنشه که هدف داره رو درک نکنی، پس مهربانی، محبت، بدی کردن، رذیلت، فضیلت، اینا کجا میرن؟ اصلا دیگه وجود ندارن که. وبر میگه در چنین جامعه ای که آقای کنت داره بیان میکنه قطعا سقوط ارزش ها اتفاق میفته، اخلاق گریزی به وجود میاد. چرا من باید خوبی کنم به کسی؟ من فقط به فکر جیب خودمم، تمام. چیزی که مادیه، چیزی که میبینمش، اینم از این. پس دستاورد سقوط ارزش ها نکتش میشه اخلاق گریزی. افول معانی، وبر میگه اگر میدونید که، بذارید اینو بهتون بگم، وبر اینجا بهتون میگم کلن مکتب تفسیری همون جوری که گفتیم روی کرده تبیینی، نظم براش مهمه، تفسیر براش، کنش، معنای کنش مهمه. چقدرم این صدا میده، فکر کنم با انگوش بنویسم بهتر. نه نه نمیخوام، مینویسم. نه مشکل نداره، به صداش مشکل نداری. اوکی خب، اگه مشکلی نیست که مشکل نیست. خب پس معنای کنش براش مهمه. وبر میگه اگر ما دست شما درد نکنه، متشکرم، مرسی، میذارم اینجا، مرسی. پس وبر چی میگه؟ وبر میگه اگر ما بخوایم نگاه روی کرده تبیینی داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا افول معانی اتفاق میفته. مثالشو گوش کن، جذابه، مثال کتابتونه ولی خیلی خوبه. میگه تصور کن الان همه تون شماها نشستین گوشی دستتونه و دارید این لایو رو نگاه میکنید، درسی هم هست. قول بهتون میدم بیش از 70%تون یکی از اهالی خانواده میاد رد بشه، بهت میگه باز سرت تو گوشیه، داری تو اینستاگرام میگردی، داری باز بازی میکنی. از این تیکه های اینجوری زیاد میشنوی. وبر میگه تو جامعه شناسی تبیینی این اتفاق میفته. ولی اگر ما معنای کنش برامون مهم باشه چه کار میکنیم؟ میریم میشینیم کنار اون فرد، ازش میپرسیم، میگیم چرا الان گوشی دستته؟ معنای کنششو فهم میکنیم. و البته که این فهم همدلانه از نظر وبر قرار نیست که مورد تایید ما باشه حتما. من ممکنه بپرسم و بگم کار بدی داری میکنی، ولی میفهممش، خودم رو میذارم جای اون و درکش میکنم. وبر به این میگه همراهی همدلانه. میگه به جای اینکه شما بیای کنش بدی که چرا داری این کار رو میکنی، حالا چرا روی کرده تبیین اینو میگه؟ چون داره میبینه، دقیقا راجع به چیزی که میبینه داره تصمیم میگیره، نمیره پیشش بشینه معنای کنششو درک کنه. میگه زمانی که روی کرده تبیینیه قطعا معانی هم دیگه از بین میروند و دیگه تو برات معانی کنش ها هم جایگاهی نخواهند داشت. اینم از این که کامل براتون گفتم.
نکته مهم بعدی اینجا گفته نظریه پردازان کنش اجتماعی. منظورش از نظریه پردازان کنش اجتماعی همون تفسیره. بله، روی کرده تفسیریه آقای وبر. آگاهی و معناداری براشون مهمترین ویژگی کنشه، به خصوص معناداری. و همین نگاه معناداری باعث شد چه اتفاقی بیفته؟ باعث شد که مسیر برای عبور از جامعه شناسی تبیینی هموار بشه و ما به سمت جامعه شناسی تفسیری حرکت بکنیم. بریم سراغ تست. نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی چه پیامدی دارد؟ یه نکته بهتون بگم، توی تستا من یه نکته فقط بهشون بگم، یه جاهایی ممکنه شما معنازدایی توی کل تست ها ببینید، توی کتابای تستتون هم هست معنازدایی. بله، چون کتابا هر سال هی عوض میشن اسماشون. معنازدایی میشه افول معانی، دیگه ارزش زدایی میشه سقوط ارزش ها دقیقاً، و خلاقیت زدایی میشه رکود اراده ها. همونه بچه ها، فرق نمی کنه. بعضی ما تو تست های کنکور هم این شکلی بهتون میدن، حواستون باشه. پس نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی چه پیامدی دارد؟ بله، گزینه یک. آفرین بچه ها. آقای ارحلان زیر 15 ثانیه تستو میزنه. خب به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجه چیست؟ رکود اراده ها. همه گزینه همون همه یک و دو هست. رکود اراده ها، نادیده گرفتن کنش اجتماعی، حذف ارزش و اخلاق از زندگی اجتماعی، تاکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای مشخص. دیگه همون گزینه اولش مشخص. ایجاد دولت بزرگ، اقتصاد واسه به نفت. بله. آره دیگه، دولت بزرگی ایجاد میکنه در ابتدا. این چون تلفیقیه سوالش با 11 این توی 12 نیست. دو قسمت اولش توی 12. دولت بزرگ باعث میشه که در یک کوتاه مدت وابستگی به نفت، کوتاه مدت یک رفاه بزرگی ایجاد میکنه و دولت خودش رو بزرگ میکنه، ولی در نهایت عربستان، قطر، عمان دقیقاً و غیره. خب قبلی همونه که شما گفتین که بچه ها خودشون بخونن دیگه. آره دقیقاً. اما درس پنجم، معنای زندگی. دیگه تو این درس ما کامل میخوایم از دید آقای وبر همه چیز رو ببینیم و جذابش اینجاست که میخوام از آقای اردلان خیلی سوالا رو بپرسم. خیلی قشنگه این درس. خوب گوش کنید بچه ها. انتقادی نمیرسید؟ نه انتقادی انشاءالله ترم بعد. آقای اردلان، من الان به شما میگم یه نفر خودکشی کرده. خب به نظر شما یعنی چی؟ یعنی چجوری خودکشی کرده؟ آره، تصورتون چی میشه؟ مثلا خودشو کشته دیگه. آره، قاعدت خب. ولی من به شما میگم مثلا کسی که خودشو برای هموطنش میکشه میره جنگ، درسته؟ غیر اسلامی ببره. اوکی، به شهادت و اینا اصلا کشته شدن برای وطن، درسته؟ شهید، حالا کشته شدن برای وطن، هرچی، اصلا نمیخوام، اون بار ارزشیشو کاری ندارم. اونم خودکشیه دیگه تو جامعه شناسی. اصلا آقای امیل دورکیم که شما نداریدش میگه خودکشی ها انواع مختلف دارن. یکی خودکشی خودخواهانه است، همون چیزی که ما تو ذهنمونه همیشه میگیم یه نفر خودشو کش، رگشو زد، قرص خورد، اینجوری شد، اونجوری شد. خب ولی یه خودکشی داریم، خودکشی دگرخواهانه است، یعنی من میرم جنگ، میدونم احتمال 90% احتمال کشته شدن دارم، اما میرم. برای چی؟ برای اینکه هموطنم سلامت بمونه. تو همه کشورهای جهانم هست. این میشه خودکشی دگرخواهانه.
یه خودکشی هم داریم که تقدیر گرایانه است، دیگه وارد اون نمیشم. اما ببین چقدر معنای کنش ها با هم فرق داره. همه اینا دارن خودکشی میکنن، ولی شما در همه دنیا بری اون کسانی که برای وطنشون کشته شدن کاملا و اون کسانی که خودشونو کشتن زیاد جذاب نیستن. دقیقا. حالا با اینکه خودکشی گرایشیه که برخلاف طبیعت و سرشت انسانه، یعنی ما همیشه دلمون میخواد زنده بمونیم، ولی کسی که خودکشی میکنه داره خودشو میکشه، برعکس اون داره عمل میکنه. با همه اینها باز معانیش مختلفه، شباهتاشون با هم چیه؟ هر سه گروه میخوان خودشونو بکشن و دست شستن از دنیاست، و تفاوتشون از نظر آقای وبر در معنای اونهاست. وبر میگه معنا اینقدر مهمه، بسیار مهمه معنا در جامعه شناسی. اما بعد از رویکرد تفسیری، آقای وبر به همراه ویلهلم دیلتای اومدن گفتن که آقا کنش ها معنادار هستن، ولی وبر همچنان اینقدر قدرتمند نبود که بگه روش من دیگه روش تجربی نیست. تنها تغییری که تونست بده این بود که گفت کنش ها معنادارن و معناشون مهمه، ولی روش من همچنان روش تجربیه، به خاطر اینکه میترسید هر لحظه بهش بگن تو علم نیستی. گفته وبر با این که فهمیدن را برای درک معنای پدیده‌های اجتماعی ضروری می‌دانست، اما از اونجایی که هنوز علم تجربی بود، معتقد بود آنچه جامعه شناسان از مطالعه پدیده‌ها می‌فهمند با روش تجربی قابل اثباته. بنابراین می‌گفت اگر ما بیایم ارزش‌ها رو بررسی کنیم، یک کار قطعا غیر علمی انجام دادیم. چرا؟ چون به هیچ عنوان روش تجربی که عینیه نمیتونه ارزش رو بسنجه. گفت برای اینکه ما هدف کنش ها رو بفهمیم چه کار میکنیم؟ پی میبریم به ذهن کنشگر، راه پیدا میکنیم. میشه چی؟ همراهی همدلانه. گفت هر فهم هر کنشی مستلزم دسترسی به معنای ذهنیه و معنای فرهنگی. خیلی مهمه ها. من اگه مثلا ما الان در ایران، من الان بگم روز عاشورا، 90% مردم، 99% مردم دقیقا میدونن اون چه کنشیه و جامعه چه کنشی انجام میده در مقابلش. درسته؟ پس میگه ما باید حتما دسترسی پیدا کنیم به معنای ذهنی و معنای فرهنگیش. ولی اگه من یه آدم خارجی بودم قطعا این معناها رو درک نمی کردم. اینم از این نکته بسیار مهم. تنوع و تکثر معانی، پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهم معانی هن. یعنی باعث میشن که ما به سختی بتونیم کنش‌های انسانی رو حدس بزنیم، درک کنیم، بفهمیمشون. چرا؟ چون تنوع و تکثر معانی وجود داره. یعنی چی تنوع و تکثر معانی؟ یعنی من اگه الان به شما یه چشمک میزنم، الان این یه مفهوم داره، سر کلاس بهت چشمک میزنم یه مفهوم دیگه داره، تو به دوستت موقعی که میخوای تقلب کنی چشمک میزنی یه مفهوم دیگه داره. همه اینا با هم دیگه کاملا متفاوت هستن. پس تنوع و تکثر معانی وجود داره. حالا وبر میگه درسته که من میگم این کنش اینجوریه، روشش باید روش تجربی باشه، ولی در اوایل قرن بیستم نگاه ها یواش یواش تغییر کرد بعد از وبر، نگاه های تفسیری، و گفتن این درست نیست که ما بیاییم معانی رو که خودشون کیفی هستن با روش های کمی بسنجیم. اصلا این منطقی نیست. بنابراین اومدن گفتن ما یک سری روش های کیفی داریم. دقت کنید، روش های کیفی که تو کتابتون مثال زده
یه دونه قوم نگاری رو گفته، یه دونه مطالعه موردی رو گفته. خب قوم نگاری یعنی چی؟ خوب گوش کن. برای اینکه ما کنش‌ها و فرهنگ دیگران رو بفهمیم، در جامعه شناسی تفسیری گفتیم چیکارش می‌کنیم؟ فهمش می‌کنیم. یه مثال برات می‌زنم از قوم نگاری، همیشه تو ذهنت می‌مونه. گوش بده. فکر کنم آقای اردلان هم تو ذهنش بمونه. آقای اردلان یه جامعه شناس خیلی بزرگ به نام خانم مارگارت مید. یه جامعه شناس خیلی بزرگ برای رساله دکتراش تصمیم گرفت از روش کیفی قوم نگاری استفاده بکنه. گفت من میخوام برم در یکی از قبایل ابتدایی آمریکا، اونجا زندگی کنم و فرهنگ اونا رو فهم کنم، کنش اونها رو بفهمم و هرچی میفهمید مینوشت. چه کار کرد؟ پاشد رفت اونجا. 20 سال طول کشید اون رساله و حتی مجبور شد برای اینکه اون فرهنگ اونها رو به درستی درک کنه با رئیس قبیله ازدواج کرد تا تمام فرهنگ اونها رو درک کنه و بعدش فکر کنید چقدر از خود گذشته بوده. بعد از 20 سال برگشت آمریکا، فکر کنم بیکار بوده دیگه، برگشت آمریکا و رساله دکتراشو تحویل داد و بعدش هم خدافظی کرد، رفت دوباره تو همون قبیله زندگی کرد. حالا به آره دلش گیر کرد. به این میگن روش قوم نگاری، یعنی ما میریم تو اون فرهنگه، با اون فرهنگ زندگی میکنیم و کاملا هم میفهمیمشون. اما روش مطالعه موردی چیه؟ که قطعا اینا سوالن هم نهایی 100%، هم کنکور 100%. یعنی اصلا شک نکنید راجع به این قسمت. مطالعه موردی رو گفتیم چیه؟ گفتیم مطالعه موردی ما میریم یک جایی رو از همه نظر بررسی میکنیم. مثلا میریم یک دهو از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی، نمیدونم، از نظرهای مختلف بررسی میکنیم. یک مورد رو از همه نظر بررسی میکنیم. ولی در قوم نگاری یک فرهنگ رو به صورت کامل بررسی میکنیم. این هم از درس پنجم. تستاشو بزنیم و دیگه زحمت رو کم کنیم. پیچیدگی کنش های انسان با کدام موضوع مرتبط است؟ کنش های انسان بگید بچه، شما تو خونه خودتون تست بزنید. تنوع تکثر معانی. آفرین، تنوع تکثر معانی. سوال کنکور 98 بود. وجود نظریات متفاوت در مورد جامعه نشانه چیست؟ مشخصه دیگه. پیچیدگی و عمق پدیده‌های اجتماعی و دشواری فهم آنها. برای فهم کنش انسان‌ها از کدام روش‌ها می‌توان؟ بچه قطعاً سوال کنکورن. و اما سوالات تشریحیش، تفاوت و شباهت انواع خودکشی ها خیلی مهمه. بی‌ارزش بودن بررسی پدیده های اجتماعی به روش تجربی و کار غیر علمی کردن. ورود به ذهن کنشگر و فهم معانی خیلی مهم. انواع روش های کیفی هم که براتون گفتم بسیار مهمه. خلاصه که امیدوارم از این لایو لذت برده باشید. پیشنهادتون برای امتحان؟ برای امتحان قطعا یک روز، دو روز قبل از امتحان دو بار کتاب رو بخونن، به تأکیدات من قطعا توجه بکنن، بفهمن مطالب جامعه شناسی رو حفظ نکنن، برای خودشون زیاد مثال بزنن. و همین، کلی دوستتون دارم. هیچ سوالی رو خالی نذارید، حتما همه رو بنویسید. 25.5 نمره، 1 نمرم از توش در میاد. کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خوشحالم که همراه هم بودید. خدا نگهدار. خسته نباشید.